ریشته ورزشی دوچرخه‌رانی یکی از نمودی ورزش سرمسئول است که به گروه بازی‌های المپی شامل می‌باشد و از فدراسیون و مربی و ورزشگر برای نشان دادن نتیجه‌های سطح بین‌المللی زحمت زیاد را طلب می‌نماید. در کشور ما هنوز از زمان شوروی مکتب‌های ریشته ورزش مذکور فعالیت دارند و حتی از تاجیکستان عضو دسته منتخب شوروی هم بودند. اگرچه زمینه خوبه برای پیشبرندگان رشته ورزش مذکور در کشور وجود دارد، ولی طبق تحلیل سال 2018 در این رشته گفتن ممکن است که نتیجه نظررس از جانب ورزشگران خیلی کم به قید گرفته شده است. سبب این را مربیان در نبودن شرایط خوبی تمرینی و نورسایی اولاد تمرینی ارزیابی میکردند. پس از سپری گردیدن دو سال ما تصمیم گرفتیم تا وابسته به فعالیت امروزه فدراسیون ولاسپیدرونی برنامه تهیه سازیم و تحلیل نماییم که بعد از ایواز گردیدن هیئت رهبری کننده در رشته ورزشی دوچرخه‌رانی ورزشگران با چه نائل گردیدند و کدام مشکلی ها راه حل خود را پیدا نمودند. برای تهیه برنامه ما سراول تصمیم گرفتیم با آزادخان دولتشایف رئیس فدراسیون ولاسپیدرونی در کشور صحبت نماییم و بفهمیم که کدام کارها برای رفع این مشکلی ها براه مانده شده است. اول خواستیم که اول صفات ورزشگران ما باید برداریم، بعد صفات دوگران باید برداریم، بعد یک نتیجه میشد. چون که این یک ورزش عمومی است، یعنی مثال گویم بوکس اگر باشد اونجا یک ورزشگر باشد، اینجا ممکن یک 10 تا 100 ورزشگر باید باشد که 2-3 تاش باید در عرصه جهانی برآید. در این برابر آزادخان دولتشایف هنگامی صحبت به ما ابراز نمود که ما کوشش کرده ایستاده‌ایم تا مدنیت دوچرخه‌رانی را بلند برداریم و برای این نقشه چوربینی ها در سال 2020 داشتیم، اما با سبب پاندمی کووید 19 به تأخیر افتاد. مسئله دیگری که ورزشگران و مربیان همیشه بابتش حرف میگفتند این نبودن تالار آب و تاب دادن بدن بود که مشکلی مذکور هم راه حل خود را پیدا کرد. تولید سال نشد که در مجمع ورزشی بربد مشق تمرین میدیم، در یک هفته 3 بار برای بقوت شدن دست و مشک های دست و میون و پای ها که از هر کدام از تکنیکی که برای مشق و تمرین است از این وابستگی دارد. من با برنامه مشق و تمرین میدیم که چون که ورزشگران ما باید که تجربه خوب از خود کنند و قوتناکی آنها هم زیادتر قویتر شود. کمیته کار با جوانان بود که دستگیری کرد مکتب ورزشی مهارت عالی رشته عملی آید ویلاسپیدون. دستگیری آنها بود که ما به این مجمع ورزشی رسیدیم و مشق و تمرین هم با ورزشگران میگذرانم و این برای پیشرفت نمود ویلاسپیدون خیلی این دستگیری خوب است. با سبب های معلومی سال های اولی صاحب استقلالی در برابر دیگر صحه ها و رشته های ورزش، اکثر متخصصان رشته ورزش دوچرخه‌رانی هم با کشورهای دیگر کوچ بستند. این سبب گردید که دوچرخه‌رانی تا به امروز به طور لازمه رشد نکرده ایستاده است، ابراز می دارند کارشناسان صحه ورزش. برای رفع مشکلی مذکور در سال سپری گردیده ورزشگران و مربیان برای سیخل مهارت به کشورهای همسایه که تا اندازه در این رشته ورزش موفقند سفر نمودند و از سمینار و مشقهای دست جمعانه به خود چیزه گرفتند. همین است که کاربران فدراسیون تصمیم دارند در تمام شهر و ناحیه های کشور تمرین دوچرخه‌رانی را به طور لازمه تشکیل نماید و ورزشگران با تمام لوازمات دوچرخه‌رانی تامین خواهند شد. ما با همه کنفدراسیون آسیو و فدراسیون منطقوی قزاقستان خراسان همه قطعه همکاری کردیم، تجربه گرفتیم. خوزی تا یک نیم سال است که پیشتوی هست. ما علاقه در 3 نوعی جمهوری فلیال شدیم، نقشه داریم که در اونجا مکتب میسوزیم. از این لحاظ با تامین تجهیزات از خود همین ویلاسپید سر کرده، با لباس و تجهیزاتی که برای مشق حتمی بوده است، چون که برای سلامتی برای خود حسیات همه ورزشگر باید همه تجهیزات داشته باشد و به یک لباس هر خیلی نمیشد. بعد ویلاسپیدو هم باید ویلاسپیدو در کوری باشد که او ورزشگر یک الهام پیدا کند.
با گفتی روبری فدراسیه ولسپیدرونی پس از برگزار نمودن مسابقه های انتخابی ورزشکارانی که مهارت بلندی دوچرخه‌رانی داشتند با مسابقه های بین المللی مخصوصا مسابقه دوچرخه‌رانی در کره جنوبی و باشکردستان روسیه روان گردیدند. مقصد از سفر بر نمودن دوچرخه‌رانان با چنین مسابقه ها هم برای بلند برداشتن مهارت ورزشی آنها ارزیابی میگردد. طور بالاتر ذکر نمودیم امروز ها دسته دوچرخه‌رانان شهر دوشنبه که در برابر دسته شهر خوجند بازی اساسی برای مکمل گردانیدن دسته منتخب کشور به حساب می روند با تولار مخصوص تامین شدند که با اندیشه خود ورزشگران این برای صیقل مهارتشان نقش مهم دارد. در این برابر قید گردید که پس از این دستگیری ها می توانند با مهارت خود سطح مسابقه های داخلی را هم بلند بردارند. پولی 6 سال است که با این نمود ورزش مشغول هستم. 4 سال اولا کمی قیمتر بود و این 2 سال اخیر است که ما رو 2 سال اخیر ما رو دستگیری ها بسیارتر شده ایستاده است و در مسابقه های جمهوری ما اشتراک کرده ایستاده ایم و یک ماه پیش که در شهر دوستی مسابقه بود من در اونجا جای دویم را سازوار گشتم. محمد سید شرافوف یکی از مربیان سرتلاش همین رشته هنگام صحبت با ما ابراز نمود که بعد از تعیین شدن رهبریت نوی فدراسیه دیگرگونی های کلی به نظر می رسد. پس از عوض شدن رهبریت فدراسیه ما سال گذشته در چمپیونات آسیو در شهر توشکند 22 نفر ورزشگر اشتراک کرد در اونجا. همه اون قابلیت ها همه اون رقابت هایی که در نمود ولسپیدرونی هست با چشم خود دیدن اشتراک کردن تمام نزدیکی ها را از خود کردن و پیشرفت ما باز در شی است که برای ورزشگران مسابقه ها زیادتر شدن زبور مشقه های دستجمعی میگذارانند. نقشه دیگری که امروزها فدراسیه ولسپیدرونی بر راه مانده است این اوموی نمودن دوچرخه‌رانی و مدنیت دوچرخه‌رانی می باشد. در این برابر کاربران فدراسیه در نقشه آینده‌ساز خود معرفی نمودن فدراسیه مذکور را در عرصه جهانی به نقشه گرفتند و برای این علاقه در یک چند سمینار و جمع‌آوری‌های بین‌المللی هم کاربران فدراسیه اشتراک نمودند. ما باید امی اول جمهوری تاجیکستان، دوم ورزش جمهوری تاجیکستان، سوم جوانان جمهوری تاجیکستان و فدراسیون ولسپیدرونی رو در عرصه جهانی مشهور کنیم که این فدراسیون هست، این فدراسیون عملی هست، این فدراسیون قوت دارد، نیت دارد، پلان دارد، نقشه دارد. در یورکشایر در خود فدراسیون جهانی ولسپیدرونی اشتراک کردیم، در کنفدراسیون اوسیو در دبی اشتراک کردیم، در کنفدراسیه اوسیو در توشکند اشتراک کردیم. یعنی که در تمام دنیا ما باید جمهوری خودمون معرفی کنیم که ما هم ورزشگر داریم هم نقشه داریم. برای بلند برداشتن مهارت دوچرخه‌رانی ورزشگران در سال سپری گردیده و تا نیم سالی سال روان فدراسیه ولسپیدرونی کشور در برابر مسابقه های از جانب کمیته های دخلدار پیش بینی شده یک قطار مسابقه ها و چورابینی های ورزشی را تشکیل نمود. در برابر تشکیل چورابینی های مذکور ورزشگران برای اشتراک در چمپیونات آسیو که برگزاریش در مالایزیا با قید گرفته شده بود انتخاب گردیدند. ما ماه فوریه همین سال تیاری دیدیم مشق های دستجمعانه گذروند فدراسیه ما که برای اشتراک در چمپیونات آسیو ورزشگران جمهوری تاجیکستان اشتراک آنها در دولت مالایزیا شهر کوالالامپور بود که از سبب اونه که بیماری ویروس بود، کرونا ویروس بود، مسابقه های بین المللی بر سال آینده گذاشته شد و ما نگاه نکرده به همه این مشکلی ها همه روزا مشق تمرین میکنیم که باید که ورزشگر سلامتیش در جای اول میستد. ورزشگر که پرچم بردار دولت خود است این باید که همه روزا در فکر مشق تمرینش باشد. فرهنوش یکی از دختران انگوش شمار است که در رشته ورزش مذکور با تمرین مشغول است. او میگوید 6 سال است که در رشته ورزش دوچرخه‌رانی تمرین می نماید و شرایط های تمرینی هم از پیش دیده امروز ها خوب تر است، زیرا آلات های تمرینی تا اندازه دسترس شده اند و امکان مشغول شدن با تمرین از پیش دیده منتظم بهتر شده ایستاده است.
راستی گفت در اول من خودم دوچرخه نداشتم، با دوچرخه های محلی مشق و تمرین نکردم، دوچرخه احساس هم نداشتم. وقتی که دو سال سه سال که مشق کردم، یعنی که معلمم از فدراسیا به من از قزاقستان دوچرخه را آوردن و باز یعنی که ما زلی ورزشی نداشتیم، روزلی ورزشی نداشتیم، در کوچه های شهر همون خل چه خلی که معلوم است مشق و تمرین میکردیم. برای من لیشنا بانوان خودی من مخصوص برای من بانوان این که این نمودی ورزش مشکل بود، چون که در راه چه خیلی که معلوم است خطرها ماشین ها زیاد بودن و این نمودی ورزش خیلی خطرناک است. وقتی که در راه وقتی زل نبود با ما های میکردیم، با دقاتوری ماشین ها میدار اومدیم، با ما مشکلی میکرد. وقتی که دیدن که طول دو سه سال مش کردیم، خود رو نشان دادیم، جای گرفتیم، با ما مخصوص زل دادن. حالا باشد این که در درجه عالی مشق و تمرین ما رفته ایستاده است. حالت شهرها و روهای کوهی در بیشتر شهر و ناحیه های کشور امکان است برای برگزار نمودن مسابقه های بین المللی. این را به نظر گرفته در نقشه دورنمای رشد نمود ورزش دوچرخه‌رانی در کشور، برگزار نمودن جمعآمد ورزشی دوچرخه‌رانی میان ولاسپدرونان داخلی و خارجی مخصوصا آسیایی بخشیده به 30 سالگی استقلالیت در نظر است. تشکیل کنندگان چورابینی مذکور نقشه دارند جمعآمد را از ولایت مختار کوهستان بدخشان آغاز و در ولایت سوخت انجام بخشند که ورزشگران با این راه می توانند یک بار 3 ولایت کشور را با دوچرخه دور زنند. و یک دو نیت دیگه هم داشتیم، همین پاندمی یک کم کم نقشه را دورتر می پرتود و گفتیم که یک دوی منطقوی میکنیم، مثل از توجستان با ازبکستان، ولاسپدرونی توجستان و ازبکستان یک جو کرده. تو فدراسیون ولاسپدرونی جمهوری ازبکستان گپ زنون کردیم، قزاقستان گپ زنون کردیم. اینا هم در نیت و در نقشه هست، ان شاء الله کمتر دورتر هم شاید ما حتما میکنیم. ای اخیران یک نقشه کلونی که ما تصمیم گرفتیم، گفتیم یک چورابینی جهانی کنیم، یعنی که با کنفدراسیون اوسیو مسئلیت شد که از دولتوی شرق نزدیک، یعنی که دوبای، قطر، باید ما ورزشگرها تکلیف کنیم و در دوشنبه در تاجیکستان یک چورابینی جهانی کنیم. همه همین تیاریو هست، همه همین نقشه هست، شرایط هم به فکرم میشد، کم کم همین شرایط پاندمی اگر نشد، ما همین حتما تشکیل میکنیم. پس از اشتراک در سمینارها و مستحکم نمودن روابط با فدراسیون بین المللی دوچرخه‌رانی، از جانب فدراسیون با نمایندگیش در تاجیکستان زیاده از 15 دوچرخه زمانوی و جوابگو به طلبات مسابقه های بین المللی کمک رسانده شده است، ولی با سبب بسته بودن راهها دوچرخه ها حالا دسترسی دوچرخه‌رانان نشده است. و بسته به این در رفتی صحبت راهبانان فدراسیون به ما ابراز نمودند که با دست دادن امکانات و کشاده شدن راهها دوچرخه ها دسترسی ورزشگران خواهد شد. مسئله دیگری که طول سالهای اخیر راه حل خود را نیافته ایستاده است، این نبودن میدان یا مکان مخصوص برای تمرین دوچرخه‌رانان میباشد، زیرا ورزشگران رشته ورزشی مذکور تمرین های خود را در راه های نقلیاتی میگذراند و طور در نوار معلوم است بعضن راه سر نقلیات است و تمرین هم خطر دارد. در 70 سال دوره شوروی فقط یک میدان ورزشی آید به ترک بود که این برای سرعتناکی ورزشگر زیاد کردن فقط در ولایت سوخت شهر خوجند است و در شهر دوشنبه ما این کار ورزشگاه نداره موید با ترک و ما در راه و شهرها مشق و تمرین میکنیم، اما خطرناکی زیاد است. این راه است و وقتی که ما بیشتر مشقای ما وقتی که اون مشقایی که در کوه ها میزن برای که از روی ماشین دورتر هستیم، از همین سبب بخطر است و مشقایی که شهرها هستن در راه شهرها میگذرند، این خطر زیاد دارد برای هم ورزشگر هم مربی. ورزشگران هم در رفتی صحبت با ما گفتند اگر در برابر دستگیری هایی که طول 2 سال اخیر به نظر می رسد مسئله مکان تمرینی هم حل می شد، صف ورزشگران هم می افزود و هم امکان خوبتر آگاه شدن از قاعده ها و اشتراک در مسابقه ها و به دست آوردن دستاورد های نظربست بیشتر میگردید. آنها گفتند تمرین در راههای سرنقلیات سببی در وقت تمرین به 2 تقسیم شدن فکرانی همون میگردد. اگر از یک طرف در فکر سایقل مهارت خود باشیم، از جانب دیگر به فکر احتیاط کاری در راه میشویم. خوبتر میشد که در شهر دوشنبه میدانهای ورزشی را زیاد گردانند و
استادیون ترک در شهر خوجان هست و ما هم می‌سازم و بر فکر می‌کنم که خیلی خوبتر می‌شود. در برابر دستگیری‌هایی که برای ما یعنی که بانوان برای ما همین ورزشگرا کردن، اگر همین مشکلی‌های ما را هم به قید گیرند ما خیلی خرسند می‌شویم و وعده می‌دهیم که یعنی که تاجیکستان را پیشرفت می‌گردانیم. و من یاد دارم که در نقشه های من این است که به مشق و تمرین زیاد مشغول شوم، یعنی که مشق و تمرین را نمی پرتایم، زیاد مشغول شده بیرون از کشور رفته، یعنی که سزاواری جای اول شده که نامبرداری کشور عزیزم می گردم. مسئولین می گویند برای رفع این مشکلی مذکور علاقه با ساختارهای دخلدار و سرپرستان صحبت نمودند و در سالهای نزدیک مسئله بنیادی میدان دوچرخه‌رانی باید به پورگی حل شود. در این برابر از رانندگان نقلیات ها خواهش کرده شد تا در راه ها احترام و دوچرخه‌رانان را به جا بیارند. من خودم هم ویلاسپید رو نقض میبینم. روستی که در این راه ویلاسپید آدم میسوب نمیکنن و موشین هم میسوب نمیکنن. از این لحاظ بیاد خفنوک است. برای امی پیشتر گفتم که ما باید یک مدنیت شهروندی برای امی ویلاسپید کنیم. مثل تو درجه ای که در بسیار دولت های پیشرفته برای اینو خطی علویده جدو کردگی از این لحاظ تو امی مدنیت همو جوری نکنیم. من برای چی گفتم که مسئله اجتماعی است، مسئله اجتماعیش همین است که ما باید حتما خیلی ورزش شد و یکون مسابقه شد ممکن راهو مخکم میکنن تامین میشو به خطری ورزشگران تامین میکنن خود جمهوری نکی برای هر روزه بودن این تو مدنیت نشود این به حد کار قین است. هم مدنیت خود ویلاسپید رون هم مدنیت شهروند یا که به ماشین میگردد یا که پیاده میگردد باید خطر ویلاسپید دوام این یک کار یه روزه نیست نه خود خود با با اجرای شهر ما همین مسئله بررسی میکنیم که در مرکز هم باشد یک جای علویده برای ویلاسپید رون باید حتما تشکیل شود. گفتن به مورد است که برای اوموی نمودن رشته ورزش دوچرخه‌رانی در کشور هر سال بخشیده به جشن‌های مهمی دولتی مارافون ویلاسپیدرونی برگزار می‌گردد. اینچنین در رفت ثبت برنامه و تحلیل فعالیت دو سال اخیر فدراسیون ویلاسپیدرونی در کشور برایمان معلوم گردید که تا اندازه در این سمت پیشروی‌ها به نظر می‌رسد، اما این برای موفقانه اشتراک کردن در مسابقه‌های با نفوذ بین‌المللی بسنده نیست. طوری در رفت برنامه معلومات دادیم برای برطرف نمودن کمبودی ها و حل مسئله های سال ها معما شده در هیئت رهبری کننده فدراسیون تغییرات ها به عمل آمده است و باز هم انتظار می شویم تا در نزدیکترین فرصت چی کامگاری ها نصیب راقیبان رشته ورزشی دوچرخه‌رانی می گردد.